بسیار دیشمایا و شلوم حضور دوستان عزیز، پارشای شفتیم که این هفته قرائت میشه بحثی روی قوانین و احکام دین یهود داره، همیشه در هفته اول ماه الول واقع میشه. اولین پارشا از چهار پارشایی که در خودش الول باید قرائت بشه. این چهار پارشا عبارتند از که شفتیم که این هفته از هفته آینده کیتتسه، کیتاوو بعدش و نیتسابیم و ویلخ هم که غالبا با هم قرائت میشن که دو تا پارشا هستن. ولی عزنای ملتورا میان توضیح میدن که سفر دواریم به سه بخش مجزا تقسیم میشه. سه پارشای اول یعنی دواریم باید خنن و عقب که موشه ربینو فرزندانش رو نصیحت میکنه و با اعلام به اصطلاح توبیخ ها و نصایح همچنین بحث روی گله هایی که در عرض بیابان اتفاق افتاده و از خطاکاری فرزندانش صحبت میکنه و درد دل های موشه است و اونها رو راهنمایی میکنه. سه پارشای بعدی که رئه شفتیم و کیتتسه هست اعلام میسفوت و دستورات توراست که در این پارشا ما ببینیم که سه تا پارشا 170 میسفوت تورا وجود دارن، 55 میسفوت از تمام این 170 میسفوت در پارشای رئه است و 41 میسفوت در پارشای شفتیم و 74 میسفوت هم در پارشای هفته آینده کیتتسه. در پایان سفر هم که ببینیم سفر دواریم که باز هزینو داریم، اون سرود آسمانی مشرب بنو و بچم به زود برخواه که به اصطلاح مشرب بنو میاد جماعت ریسل و فرزندانش رو برخواه میده. راشیزال توضیح میده که منظور از شفتیم قضات و حاکمانیه که قانونگذار و قانوندان هستند و شوتریم اون مجریان قانون، اون کسانی که قانون رو اجرا میکنن و مثلا قوم را با میسوا و یا تنبیه و هر دستوری آشنا میکنن و اینها مجری این قوانین هستند که هر میسوایی چه امتیازی داره و هر کار خلافی چطور اینا تنبیه میشن یا شلاق بعد بخورن یا حبس بشن و هر گونه تنبیه که در براش در نظر میگیرن. اولین سوالی که بر روی این پارشا پیش میاد بر همون پاسخ اوله، این که چرا پاسخ به صورت مفرد صحبت کرده و نه به صورت جمع. گفته شفتیم به شوتریم تیتلخا، تو برای خودت قضات و حاکمانی رو قرار بده، برای خودت انتخاب کن. ولی در سفر نخل قدومیم از هاراف خیدا دلیل از زبی خیم ویتال میاره که همچنین جای دیگه هم ما داریم، هشل اقادوش هم به همین صورت این سال رو جواب میده که منظور از شفتیم به شوتریم تیتلخا بحث روی تمام اعضای بدن انسانه که تورا میفهمد شفتی و شوتین تیتلخا به خول شعاره خا اشتر ادرالخا نتلخا لیشفاته خا و شافتو اتحام میشپد صدق در تمام مرزها و قلمروهات که هشم بر اسم سبتا به تو داده داوران و ماموران اجرایی برای خودت تعیین کن تا قوم رو عادلانه داوری کنند. ما میدونیم که هفت تا عضو هست یا شعاریم که اینا بسیار مؤثر هستند و در سر وجود دارن، دو تا چشم، دو تا گوش، دو تا منفذهای بینی و یک دهان که اقاشون خود انتظار داره که هر یهودی مامورانی بر سر این هفت عضو قرار بده که اون چرا که برای چشم مجاز هست و یا ممنوع است ببینه، اون چرا که برای گوش به اصطلاح مجاز یا ممنوع است درک کنه و چه بوهایی برای بینی مفید یا ممنوع، مثلا بوهای مربوط به بخورهای عبودازارا یا بوی عطر زنان
اینا ممنوع برای آقایون، یا برای دهان که مهمترین عضو در سر هست که چه غذای مطهر یا آسوده، یا اینکه چه ذبحهایی مجاز یا ممنوع است و غیره. عارف خیدا بفهمان که وقتی که یک یهودی همونطور که سزاوار هست بر این شعاریم، بر این دروازه ها، بر این عضو ها در سرش و بدنش مأمور و انتظاماتی رو بذاره، از شمایم هم به قول میدن که نه تنها علام حبا اون علام جاوید به بهترین نفع برای او آماده است و در انتظار اوست، حتی در این دنیا هم به عوض خود میدن که بتونه تمام میسفوتورا رو به نحوه احسن انجام بده، موفقیت داشته باشه و از سخار اون بهرمند بشه و او مزدکی میشه به دیدن شخینا و نور هشم. همطور که جمله میفهمد که ملخ بیوفو تخزن اینه خوا، به همین دلیل شفتیم به شطریم تیتن لخا به صورت فردی و منفرد گفت شده که هر یهودی اول باید خودش رو قضاوت بکنه، اول باید خودش رو به دست ماموران اجرایی شامعین بسپاره، سپس به حکم و قضاوت کردن دیگران مشغول بشه، که در این مورد هم تو را میفهمد صدق صدق دیدوف، حتما ادارت رو برای طرفین در نظر بگیر تا هشمید برای خستو راضی باشه. به هر حال پارشای شفتیم دارای 41 میسفوت توراست، 14 تا میسفوت عصه و انجام دادنی و 27 میسفوت ممنوعه. دو کلمه شفتیم و شطریم روی هم گیمتراشون برابر بس با 1016 است، که همونطور که در تعلیم میزمار 106 تعلیم پاسخ دهم میفهمد که با یوچیه و یوشیه میاد سونه و یک عالم میاد اویف، اونها را از دست دشمن نجات داد و خلاص کرد اونها را از دست دشمن، که این جمله وظیفه قانون گذاران معمولا دیانیم و مجریان قانون رو مشخص میکنه تا مردم رو از تباهی و سیاهی و ظلم و فساد نجات بده. و همون جمله تعلیم که میفهمد که کل هنشام و تعلیل یا هلویا، این جمله برابر است با 1016 گیمتریاش، یعنی وقتی که هر دو طرف که به قاضی رجوع میکنن و شکایتی دارن باید پس از صدور حکم راضی باشن، اونگاه همه مده هشم رو میگن و میفهمد که کل هنشام و تعلیل یا هلویا. و اینجاست که همگی با هم مده سنای هشم رو میگوین، همون کسی که شاکیه و همون کسی که مثلا در مورد اون شکایت شده، که در قیابوت هم میبینیم که وقتی که دو نفر شاکی به قاضی مراجعه میکنن، قاضی اول بعد هر دو رو به چشم راشاییم و مجرم نگاه کنه، پس از صدور حکم مثلا اون حکم که با عدالت هست اونها رو صدیق بدونه که اولا برای قانون احترام قائل شدن و به سوی قاضی اومدن و حکم قاضی رو قبول دارن، و دومی که حکم هشم و قاضی رو که قبول کردن به حال نشونه این که برای قانون و هشم احترام قابل هستن. به حال این پارشو همیشه در اولین هفته ماه ایلول واقع میشه، که در سفر معبر یبوق می‌نویسه که هر شخصی که میسوایی یا کار خیری رو انجام میده ولی با سختی یا کم رضایتی یا با خستگی که همچین راضی هم نیست، مزد او با ملاخیم ملاخی اشارت خواهد بود، که این ملاخیم طبق فرمول و طبق قانون رفتار میکنن. میسوایی کرده، خب مزدش رو بهش میدن، هیچ گونه ارفاق یا ملاحظه‌ای در نظر نمیگیرن. ولی شخصی که یک میسوایی رو یا یک کار خیر رو با شادی از صمیم قلب، از خوشحالی و رضایت انجام میده، هشمید برق میفهمه که مزد این شخص با منه، کاری به ملاخیم نداره، که او میم که هشمید برق آو و پدر رحیمه، که هیچ گونه محدودیتی براش وجود نداره به صورت به اصطلاح وفور، به صورت فراوانی و همت فراوان و برخواهای فراوان مزد اون شخص رو پرداخت میکنه، و تمام خانواده و فرزندان و نباها و اطرافیان نیز
از این برخا مستفیض میشن. به همین دلیل به خصوص در ماه ایلول باید میسفوت رو با شادی و رضایت کامل انجام داد که هشم شخصا خودش موضوع او رو عطا میفرماد، که در پارشای اقیب ما دیدیم که میگفتش که ارس هشر این هشم ایلو که خواب با مرشید هشنا عد خدششنا، که ارس منظورش که همین دنیاست که هشم ما رو داره مینگره، به ما نگاه میکنه از مرشید، یعنی منظور از مرشید منظور از میتیشری است، به خصوص که حرف الف در اون وجود نداره، میشه تیشری، میتیشری، از تیشری که اولین هست مورد از زدر تا آخر سال که همون ماه ایلوله. گمارا در مسخ ایووین دف نونبت میاره که این دنیا همش همانند مجلس خطونا و عروسیه. چطوری؟ ما می‌بینیم که این دنیا رنج‌ها و یسوریم‌های فراوانی داره برای همه، ولی مجلس عروسی همش جشن و شادی و خوشحالی مردم هست. پس منظور چیه؟ منظوری که تمام حضاری که به عروسی میان هر کدوم هدف به خصوص دارن. یک سری از دوستان توقع دارن که از تمام غذاها، پذیرایی و هر گونه امتیازات اون عروسی به اصطلاح بهره‌مند بشن. اینا بیشتر گشمیوت در نظر دارن. یک سری از دوستان هستن که هدفشون فقط انجام میسوای خوپاست و مقداری غذا به خاطر اموسیونه برای خبر عروس و داماد که دعا بکنن صرف میکنن و میخورن، که این شامل روخنیوت و گشمیوت میشه. ولی مثلا افرادی هستن همانند پدر مادر عروس که از شادی فرزندشون توجهی به غذا و سرمیز رفتن ندارن. شد شد، نشد نشد، هر جوری که شد، فقط روخنیوت رو در نظر دارن. عروس آمادم که خودشون دیگه غرق شادی و سیمخواه هستن، اصلا توجهی به غذا خوردن ندارن، یعنی توجه به گشمیوت ندارن، فقط داشتن سیمخواه و روخنیوت. درجه افراد هم به همین ترتیب به دنبال این دنیا مثلا میسفود و یا خوشگذرانی و گشمیوت و روخنیوت هر کدوم مطابق با نیت و کوانای خودش رفتار میکنه. در پارشای نیتساویم که در آینده شاهد اون خواهیم بود، جمله به چشم میخوره که میفهمد که هشم میفهمد که من در مورد اشخاصی که گذشت نمی کنن، من هم در مورد اونها گذشت ندارم. کسی که به اصطلاح منظور از تورا کی هست؟ اولا تورا فهمد کی بیشرود دی بی الخ، من مطابق میل و رضای دلم و قلبم میخوام عمل کنم و رفتار کنم، یعنی کاری به کاری کسی ندارم که مردم چه وضعیتی دارن، من فقط وضعیت خودم و خانواده خودم در نظر دارم. درسته که میفهمم که یهودی باید کمی به اصطلاح از اون رضایت دلش رو به خاطر هشم، به خاطر رضای هشم از اون گذشت کنه و اون رو پس بزنه و به خاطر هشم برخ مردم و اطرافیانش باید مصلحت فقط حال خودش رو در نظر نگیره، بلکه اول وضعیت اطرافیان در نظر داشته باشه که این چنین میسوای هشم با انجام این که داره انجام میده، هشم هم برای او از خطاهاش گذشت کنه و به او رحم کنه. همونطور که داره میفهم بیشتر لیبی الخ، همونطور که این شخصی که میاد فقط خودشو در نظر نداره، هشم به مردم رو در نظر داره. هشم برقم نیز میگه که همین به همین صورت میده که نگید میده، من هم همه چی رو برای تو پس میزنم، بخاطر تو رو در نظر دارم که به تو بهترین زندگانی ها و موفقیت ها رو بدم. با آرزوی شباتی بسیار خوب، خوش و سلامتی فراوان و امنیت خاطر. شبات شلوم و برخ.